خب خوش آمدید به این جلسه، جلسه چهارم از سانتوپیت هست. دو سه تا بیشتر نمونده. حالا این جلسه در مورد ای و ای صحبت میکنه، این کلماتی که به ای ختم میشن و هیچ تغییری نمیکنن در اصل، اینطوری میشه معنی کرد. و خب دوباره با چند تا مثال شروع میکنیم. اول اینکه این قسمت رو نگاه کنید، یه کاتری داره که قانون کوپت واحتلو رو نوشته و چون تو این کلمات معمولا قانون کوپته رعایت میشه. توی دو قسمت، توی پارتی تیوی میبینید که دو تاکی ثابت مونده و توی ایلا تیوی بقیه جاها دو تاکی تبدیل به یک شده. خب کلمایی که به ای ختم میشن و هیچ تغییر نمیکنن وقتی پسوند بهشون اضافه میشه، مثل کتی، کاپونگی، توری، پستی، پانکی، توریستی، قهوی، ارکستری، روتسی، پاپری و الاخر. خب مثلا یه مثال خودش گرفته، هتلی، هتل. خب این نومیناتیوی کلمه هتلی، پارتیتیوی کلمه هتلیا میشه که آخرش آ گرفته چون به یه حرف صدادار ختم شده. وارتالش اینجوریه که هتلی هیچ تغییر نمیکنه. وارتالش خیلی آسان هست. حالا خیلی راحت میتونیم پسوندها رو بهش بچسبونیم. مثلا گنیتیوی بخوای بدین هتلین، میگه که ای هیچ تغییر نمیکنه. ایلاتیویش هم همینطور، هتلین. اینستیویش هتلیسا، یعنی در هتل. الاتیویش هست هتلیستا، از داخل هتل. و میبینید که وارتالش در واقع همون اصل فعل هست، اصل کلمه هست، ببخش، اصل کلمه هست و هیچ تغییری نمیکنه. اینا کلماتی هستن که به ای ختم میشن و هیچ تغییری نمیکنه. حرف آخرش هیچ تغییری نمیکنه، کلمات ای هستن. خب و قانون کوپته اینجا دو جا رعایت میشه. مثلا کلمه پانکی رو نگاه کنید، پانکی اصل کلمه شه، پارتیویش میشه پانکیا، تغییر میکنه اما دو تا کی به یکی تبدیل نمیشه چون بعدش دو تا حرف صدادار هست، برای همین دو تا که ثابت میمونه. ولی برای وارتالوش یک کش حذف میشه، که یکی از کوها رو حذف میکنیم و الان آماده ترکیب شدنه. میبینی که ای هیچ تغییر نکرده، فقط قانون کوپته رعایت شده. مثلا گنیتیویش میشه پانکین، یا ایلاتیویش دو جا قوی میاد، یکی ایلاتیوی و یکی پارتیتیوی به صورت قوی میان همیشه، یعنی دو تا که رعایت میشه. میگه که پانکین زده، چون میگم که نگاه کنید دو تا بعدش دو تا حرف صدادار هست، برای همین یکی از دلایلش میتونه این باشه. و برای بقیه پسمندا میبینید که به صورت کو یه دونه میاد، یعنی به صورت هیکو میاد، ضعیف میاد. واه واه وقتی میگم واه واه یعنی دو تا که، و وقتی میگم هیکو یعنی یه دونه که. خب یا مثلا ایلاتیوی پانکیستا، پانکیله، پانکیلا، پانکیلتا، پانکیت. امینی که قانون کوپته رعایت شده. خب اینا هم چند تا مثال خودش زده که همچین مثالایی بود. میتونیم خب یه مثال خودمون هم بزنیم اینجا. مثلا توری رو برمیداریم، خب کلمه توری که نومیناتیوی کلمه است، پارتیتیوی کلمه میشه توریا. و وارتالوی کلمه گفتیم که توری، هیچ کلماتی به این ختم میشن هیچ تغییر نمی کنن. توری جز اون کلمات بود. و مثلا گنیتیویش میشه تورین، میبینی که ان آخرش اضافه شد. یا مثلا ایلاتیویش میشه ایلاتیویش میشه تورین، که وکالی ان، این وکالی ان هست، وکالی ان اومد. و همینطور الاخر. این از کلمای ایسانات بود. خب اما باز هم ایسانات هست، دو تا ایسانات دیگه ما داریم. اگه اینجا نگاه کنید کلمات ای رو داریم که به حرف ای ختم میشن موقع تغییر. خب اینجوریش هم هست. خب حالا ما کجا بفهمیم که مثلا این کلمه که ما داریم جز این دسته است یا این دسته؟ خب اینجا خودش هم گفته، ببینید یو سو مالاین سانالو پو ای ات وی نه ده میکه سانتو بیسون سینو تاو تو مویستا میکه سانتو بیسون. اگه اینجا شما یک کلمه ببینید به حرف ای ختم میشه، شما نمیتونید تشخیص بدید که
جز این دست است یا این دسته. برای همین باید کلمه رو سعی کنید مویستا کنید، یعنی بیاد داشته باشید، حفظشون کنید، یادشون بگیرید. باید زیاد تمرین کنید، زیاد بشنوید تا بفهمید جز کدوم دست است و ازش استفاده کنید. مثلا کیلی، مری، نوری، پینی، ساری، ووری جز این دسته کلمات است که موقع تغییر حرف ای تبدیل به ا میشه. موقع ساختن وارتالو میبینید که حرف ای یعنی سوری یعنی بزرگ، خوب پارتیتیوش میشه سورتا. ای موقع یه فرق دیگه داره که حالا پارتیتیوشون رو فرق میکنه، یعنی سوریا نمیشه، سورتا میشه. سوری ای تب ای رو کلن ور میدارن موقع دادن پارتیتیوی و بعدش پارتیتیوی رو اضافه میکنن، که ببینید خبش یه حرف بی صداست، ار هست، برای همین تا گذاشتن، پارتیتیویش اینطوری اومده. و خب وارتالش اینجوری که ای تبدیل به ای میشه، مثلا سوری پارتیویش سورتا، وارتالش میشه سوره. سوری الان وارتالشه و صفت ها بهش میچسبه، سورن، سورن، سورسا، سورستا، سورله. میبینی که ای اینجا ثابت مونده، این ای اول، این ای اول ای بوده و تبدیل شده به ای، سورت. و بقیه مثال هم همینطوری، مثلا کیلی پارتیویش میشه کیلتا، ای رو از آخرش برمیداریم، کیلیا نمیشه، کیلیا نمیشه، میشه کیلتا، یعنی ای رو از آخرش برمیداریم و تا رو یا ت رو اضافه میکنیم، کیلتا میشه. و مثلا بعدش وارتالش میشه کیله. بذار اینجا بنویسم، کیلی پارتیتیویش میشه کیلتا، نمیشه کیلیا. و وارتالوش رو اینطوری میسازیم که کیله میشه، این ای تبدیل به ای میشه. و الان آماده ترکیب هرچی میخواین براش بذارین، این پسفنده رو بهش اضافه کنین. خب اینم گروه دوم کلمه‌ای که به ای ختم میشن اما به ای تغییر میکنن. خب برای این جلسه کافیه، حالا جلسه بعد هم اون دوتای آخری رو با هم صحبت میکنیم و مبحثش رو کلا تموم میکنیم.